صبح یعنی بوی گل مریم هموطنان عزیز سلام آرزو می صبح خوبی را کرده باشین هوای سرد و ساعت و سلامتی بر شما عزیزا تمنا دارم بر امید زندگی و تشکر از بسیر حبیبی که بخش اول برنامه را تقدیم شما کرد در ادامه با شما هستیم همکار خوب موفی زمیری همچنان در سطح شهر کابل هست آغازگر خیلی خوب باشین با اراده با برنامه با تقسیم اوقات ما را همراه باشین امروز هم مهمان خیلی گرامی داریم و موضوع برنامه هم در رابطه با احساس بود که بسیر جان شما شریک ساخت یعنی با احساس چقدر که پرقدرت باشن و موضوع دیگه هم که در رابطه دیابت و یا هم روز جهانی شکر است. ما را همراه باشین مهمان گرامی ما همچنان رسیدن جناب دکتر صاحب قیس نگزاد متخصص داخل عمومی با ما هستند در رابطه با دیابت یا شکر میخوایم بیشتر صحبت های داشته باشیم جناب دکتر صاحب سلام روز سرد شما بخیر باشه خیلی ممنون احمدی صاحب عزیز عرض ادب احترام دارم خدمت خودت سپاس. و خدمت تمام دوستان عزیزی که بیننده برنامه زیبایتان هستند به گفته خودت امیدوار هستم که روز سردتان با دل گرم سپری شوه ان و شما را دیدیم ما هم تر شد سلامت باشین امروز هم روز جهانی دیابت یا شکر است که دیابت یکی از شایدترین بیماری‌های بیماری های مز... مزمنی است که بشر را گرفتار کرده است بله. در رابطه با شکر یا دیابت یک مقدمه داشته باشیم که بینندای عزیز کمی لحظه برای سوب زندگی را بیشتر بدانند یکی از جمله امراض متابولیکی مزمنه که روز به روز تعداد واقعیات زی اوج گرفته میره مرز شکر است بله یا به اصطلاح طبی که به نام دیابتس میلتوسیره میگن نظر به تخمین و اطلاعاتی که وجود داره تا به سال 2022 فعلا در دنیا 537 میلیون نفر مصاب دیابت است و بر اساس تغییرات منفی که روز بر روز امکان داره د دا شکل رهایش انسانها ایجاد شوه تخمین میزنند که آمار و ارقام تا به سال 2045 امکان دارد به بیشتر از 850 میلیون برسه درست؟ خیلی زیاد. یعنی تقریبا در حدود 20 سال بعد بیشتر امکان دارد این رقم چیز کم دو برابر شود خب وقتی که ما میگیم مرض میتابولیکی مزمن یعنی یک گروپ از تشوشات در سیر دیابت در نزد یک فرد ایجاد میشه که تشوشات در در میتابولیزم و به استقلاب رسیدن پروتین است شحم است کربوهیدرات هست ولی وصف اساسیش به شکل مداوم بلند باقی ماندن قند خون است <applause> یعنی یکی از جمله تظاهرات اساسی مرض دیابت و شکر است که قند افراد اشخاص به شکل مداوم بلندتر از چیز باقی میمانه که باید باشد <applause> نیاز هست که هر فردی که در معرض خطر دیابت قرار داره احتیاط بکنه چرا بعضی از انواع دیابت قابل وقایه هست ما انواع و اقسام مختلف شکر داریم ما شکر نو اول داریم ما شکر نو دوم داریم ما شکر جریان بارداری یا حاملگی داریم ما سایر انواع غیر معمول شکر داریم که در سیر آفات پانکراس در سیر تشوشات ژنتیکی در سیر طور مثال یک سلسله عوارض جانبی دواها در سیر مثلا بعض وایرس ها در وجود ما ایجاد میشن ام. ولی در کل به سه نوع دیابت در دنیا زیاد تاکید میکن که دیابت تایپ 1 <applause> دیابت تایپ دو و جستشنال دیابت یا شکر جریان بارداری و حمل هست <applause> خب کدام افراد اشخاص بیشتر در معرض مصابیت به دیابت قرار دارن؟ این باید در موردش بحث شود چرا؟ اگر ما همین این فکتورها را خصوصا وقتی که در مرض خطر قرار داریم اصلا بکنیم و در موردش کار بکنیم امکان داره که چانس مصابیت خود به دیابت به تاخیر بندازیم این سن سال در نظر داره؟ تمام سال. فکتورهای شما اینا اینجا فکتورهای خطر توضیح میتونم وقتی که یک فرد مصاب دیابت یا شکر میشه چه دیابت یک تایپ یک باشه چه شکر نو دوم باشه و چه شکر جریان بارداری مم. یا حاملگی باشه فاکتورهای ژنتیکی ارثیات فاکتورهای محیطی جمع مثلا لایف استایل یا شیوه رهایش زندگی ما در ایجاد مرض رول اساسی را داره احا. یعنی اگر یک نفر مادرش مصاب دیابت است یا پدرش مصاب دیابت است یا ای که چرا که هر دویش مصاب دیابت باشه بدون شک اولادهای از اینا در چانس بیشتر خطر مصاب شدن به شکر قرار داره نسبت به افراد اشخاصی که پدر و مادرشان احا. شکر حالا و کاکا نقش نداره بیشتر تاکید به قارب درجه اول صورت میگیره چرا ما چانس غلط انتقال شدن کودای جنیتیکی در قارب درجه اول ما بیشتر از نسبت به قارج درجه دو و یا که میرسه به کاکا و اما و خاله و مثلا پدر کلان و قضایه <applause> نقطه دیگه که مورد بحث هست چطور ما میگیم که مثلا شکر نو اول شکر نو دو و در پولی از مثلا شکر جریان بارداری یا حمل به خاطر که قضیه سن همچنان در اینجا مطرح میشه از نگاه میکانزم تولید دیابت شکر نو اول و شکر نو دوم تفاوت داره و در پالی از او شیوی و راهکار تداوی از اینا همچنان تفاوت داره و در بعضی واقعات امکان داره که سن تاسس از اینا همچنان از یکی یک مقدار وریشنا و تفاوت های را داشته باشند در شکر نو اول در 95 فیصد واقعات خود سیستم دفاعی وجود ما بلای جان ما فعالیت را آغاز میکنند بله. و این امراض را به نام امراض آتو ایمیون میگن یعنی از خودت بلای جان خودت خب بله وقتی که سیستم دفاعی به شکل نادرست فعالیت را آغاز کرد حجرات بیتایی که وظیفش آزادسازی انسولین در بدن ما و شما سیر زربه میکنه مم. تخریب کده میره و در نهایت فرد مساب دیابت میشه کسایی که شکر نو اول دارن معمولا سنشان پایان تر سی سال است مم. اطفال اکثرا در سنین نو رفتن به مکتب به این مرض مصاب میشن مریض های از این لاغر میباشه و در پالی از او این و شکر در بعضی معاخذ طبی به نام انسولین دپندن دیابت... دیابت ملتوس اسم میگه یعنی شکر وابسته به انسولین یعنی حیات از این انسان ها وابسته به انسولین است تحت هیچ نو شرایط باید پیچکاری از یا قطع نشد که شکر باید. نو اول داره. خود باشد. چون چیز به نام انسولین در بدن از این نیست حجری بیتای وجود ندارم به می خاطر بعض والدین به خاطر اما عاطفه و دلسوزی که نسبت به اولادهای خود داره میبینی که مثلا شکر بچگه که یا شکر دختر قطع میکنن هر رقم میگه چی رقم چخ شوه چخ شوه در حالی که جفای بزرگ را در حق از این طفل اینا مرتکب میشن برام هر کسی که تثبیت شد که شکر نو اول داره و شکر وابسته به انسولین داره به خاطر سروایوول و حیاتیت از اینمی انسان انسولین یک چیز اساسی هست که باید بیدن. که اگر نگرفت برای خود هزارها جنجال خلق میکنه در بابت شکر نو دوم دی بیشتر فاکتورهای محیطی مطرح است فاکتورهای ژنتیکی مطرح است در پلی ازو سن مطرح است دیابت تایپ دو بیشتر اوقات امکان داره که افراد را در سن بالاتر از 30 سال مصاب کنه ولی امکان داره واقعیت در سن پایینتر از 30 سال همچنان مهم. موجود باشه بیشتر افراد چاق شکم کتر میگیره مهم. در پلی ازو کسایی که فعالیت فیزیکی نمی داشته کسایی که مثلا ورزش منظم نمی در ضمن ازو کسایی که تاریخچه فامیلی داره کسایی که سیگار استفاده میکنه کسایی که در جریان بارداری یا حمل شکر را مثلا تجربه کرن. ده. کسایی که با وزن بسیار بلند به دنیا آمده uh -huh. کسایی که از مادرای دیابتیک به دنیا آمده یعنی مادرش در جریان حمل شکر داشته uh -huh. تو پیدا میشه وزنش از 4 کیلو زیاد و مثلا کلا اگه خوش هست میگه چی بچه پیدا شده در حال که بچه برازی هست از چار کیلو زیاد باشه زیاد و اعضا بسیار کلان کلان میشه که لازم تبابت بنام مکروزومیا میگن آه. در پلی از کسایی که کی کیستای تخوندان داره طبقه اونا سه که مرض پولیسیستیک ورین سندروم میداشته باشن مویا ایزافی در صورت حالت محوار گدودی میداشته باشه آه. و در پلی از و امکان داره که وزنشان زیاد باشه. زیاد اینا چانس مصابیت چان به دیابت زیاد هست. در پلی کسایی که شیوی زندگی نادرست دارند یعنی فقط میخورن سنتری لایف استایل داره از موتر پایان شو پس در موتر بالا شو قدم نیست ورزش نیست فعالیت فیزیکی نیست در پولی از ورزش منظم را مرا مراعات نمیکنن نوشابای انرژی زا استفاده اه. میکنن چیزهایی که در ترخیب توکابین داره استفاده میکنن چربی خون می داشته باشن اونایی که مثلا فشار بلند می داشته باشن های اینا همه و همه فاکتورهای خطر به خاطر تاسیس است در بابت شیرنی ها عرض کردی دوست عزیزم شما فکر کنید یک موتر است. سیز نو جدید تیر دیش نصب میکنه نظر به گشتارت ای تیر استیلاک میشه م. نظر به گشتاری که خودت با موتر میکنی بله. اگر مثلا خودت در روز ده کیلومتر با موتر منزل بکنی شاید یک سال می تیرا کار بتا ولی اگر در روز مثلا 100 کیلومتر با تیرا مثلا وام ده و بلندی به تو از موتر استفاده کنی شاید فوقش سه ما کار بتا سه ماه اینا رو ببینین وقتی ما در مورد پاتوجنیسیس یا میکانیزم ایجاد مرض دیابت تایپ 2 صحبت میکنیم عزیز دل ببینین وقتی که مثلا ما جوان هستیم اما حجرات بیتای پانقراس ما خوب درست فعالیت داره مریض مثلا همین برنج هم کمی خورد کچالو رو هم خورد مثلا خمیر دیگر رو استفاده کرد در سرش یک مشابه انرژی استفاده کرد فعالیت فیزیکی هم نداشت بعد از مثلا نان قرار دراز کشی تلویزیون هم دید مجبور است که به اساس مقدار کالری که ما میگیریم به اساس مقدار کندی که در خون بالا میره اونم انسولین آزاد شده میره این مقاومت میکنه 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 بر در یک مرحله میرسه که تایر پات میشه نمی میگه نمیشه میگه برابر هر قدر که ما بیش از حد شیرنی استفاده کنیم هر قدر که ما غذاهای حاوی نشایسته بیشتر استفاده کنیم هر قدر که ما چربی زیاد استفاده کنیم اما قدر این خطر مصابیت ما را در آینده ها به دیابت مثلا بیشتر میسازند. شما شما میدانید بیشتر واقعات دیابت در کشورهای آسیایی و آفریقایی هست و بیشترین اختلالات هم در اینجا تاسیس میکنه بره. مثلا افغانستان مثلا پاکستان بنگلادش هندوستان، در پولیزو کشورهای مثلا افریقایی فقیر اینا در صدر جدول واقعات و شکر جمع اختلاطات و شکر قرار دارند چرا این مریض مثلا از یک طرف فقیر از طرف دیگه اطلاع و آگاهی درست نیست از طرف یک دیگه, دیگه مثلا رژیم غذایی ما شما مشکل داره نه برای جمع مثلا نان از جمع مثلا یک نوشابه گازدار که قند جمع قند جمع قند دو انسولین میکشه و در پلی از, از طرف دیگه فعالیت فیزیکی نیست وقتی که مریض مصاب دیابت هم شد دوا خریدن نمیکنه در پلی که دوا خریدن نمیتونه پای کمک زخم شد آگاهی نیست صورت دست میزنه دست میزنه دست میزنه این قزخ مزومه سازه و مجبور که پایش امپوته یا خیلی نکات خوبه جناب دکتر سه اشاره کردن دو مورد دیگه هم هست که وقت ما کم است بیتنایی اگر شود چه عواقب بیشتر خواهد داشت نزد مریضای شکر خب دبابت دیابت اگر به اتنایی صورت بگیره امکان داره که در کوتاه مدت ما شاهد تجربه کردن چیز زیاد نباشیم ولی در آینده و طولانی مدت به شما امکان داره که کمپلیکیشن یا اختلاطات تأسس کنند این اختلاطات در تمام بدن به وجود می آید خلاصه من تشریح می کنم چانس مثلا کوری پیش مریضای دیابت که شکر کنترل نشده داره بیشتر از نسبت به افراد دیگه آفات جو و دهن و دندان بیشتر از نسبت به افراد دیگه میزان مثلا شاریدگی دان و خراب شدن میکنه دندان ها بیشتر از نسبت به افراد سالم بلد. در پلی ازو امکان داره که چانس مصابیت سکت های مغزی چانس مثلا تاسوس حملات قلبی مهم. چانس خدای نخواسته خراب شدن و فلج شدن گرده ها چانس تاسوس تشوشات سیستم هاضمه مثلا مریضای دیابت میگه من یک دفعه دارم یک دفعه قبضیت دارم دل جوشی دارم تیزاب بالا میاد، شکم باد میکنه و هاضمه مشکل داره چانس تاسوس سوء هاضمه پیش مریضای دیابت بیشتر است در پلی ازو مریض های دیابت امکان داره که چه زن چه مرد اختلالات و مشکلات جنسی را تجربه بکنند که از اختلال نوس شروع تا کم 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 علاقه جنسی که در طبقه اوناس ایجاد میشه امکان داره که مثلا بلد. چانس تاسس از زخم های پاها و قطع, قطع شدن ناخواسته پاهایی که مریض هم طرف دارش نیست دکتر هم طرف دارش سرس. نیست ولی چالش ایجاد میشه بیشتر از پیش مریض های دیابتیک نسبت به با... نان دیابتیک یعنی کسی که شکر داره نسبت به نداره ولی دی گل صبح خدای ناخواسته گفته خودت روز سرد حالا از این صحبت <تصفح> های ما کدام انگیزه منفی داده است که هر کسی که شکر داره ما را دو بزنه که چی گفته روز دی گل صبح مسکو در هر در جمله میگم در صورتی که به اعتنای صورت بگیره ولی هر فردی که منیجمنت و مدیریت درست کرد این می اختلاطات امکان داره به ها پیش به عقب بندازه بله کوتا میخواستم در رابطه به راهکار درست و مدیریتش هم بدانیم و وقت برنامه هم امروز همین قدر بود میخواستیم بیشتر صحبت بکنیم کسایی <applause> که ما... خدای نخواسته بله. با این مرض موضوع مدیریت تازی دوست بزرگوار دو رفرنس داره این قصف هم <applause> ما نمیتونیم که مثلا در یک خلای بسیار کم زمانی بر شما توضیح بدیم ولی در کل هر فردی که چه شکر نو اول داره چه شکر نو دوم داره چه شکر جریان بارداری یا حمل داره در مرحله اول ورزش منظم دوم داشتن یک رژیم و برنامه منظم غذایی که حاوی مواد غذایی باشه که ذریب قندی بیش کمتر از پنج باشه و سوم گرفتن دوا چه به شکل خوراکی یا زرقی اه. زیر نظر دکتر متخصصه که اهل خبری از این مسلک است بله. و در پلی از او جلوگیری از تحسس اختلاطات داشتن آگاهی منطقی و منظم در مورد شکر امکان داره که یک منیجمنت درست و مدیریت درست به مریض اهدا بکنه اه. و از تاسس اختلالات معلول کننده و معیوب کننده از این مرض پیشرفت اشخاص اجتناب و جلوگیری به عمل بیاید سپاسگزار هستم از شما جناب دکتر صاحب قیس نگزاد متخصص داخل عمومی خیلی که لطف کردین امروز هم در رابطه با روز جهانی دیابت صحبت خیلی ممنون سلامت باشید سپاسگزار سپاس هستم سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده برنامه صبح زندگی هستین وقفه در ادامه با هم بسیره با مهمانش ما را همراه باشین در صبح زندگی